بیانیه اکثریت سنای هلند شامل رؤسای فراکسیون‌های حزبی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون خارجه، حمایت از مقاومت ایران و حفاظت اشرف. فراخوان به دولت هلند برای ارجاع پرونده سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد، اقدام نزد دولت آمریکا و سازمان ملل برای تأمین حفاظت اشرف، به رسمیت شناختن مقاومت ایران و دیالوگ با شورای ملی مقاومت. بیانیه اکثریت سنای هلند. با توجه به خیزش‌های مردم ایران علیه فاشیسم دینی و مقاومت شجاعانه آنها در مقابل خشونت و سرکوب حکومتی، با توجه به دستگیری‌های گسترده، افزایش اعدام‌های سیاسی از جمله اعدام اعضای خانواده‌های ساکنان اشرف که نقطه امید مردم ایران هستند، با هدف جلوگیری از گسترش قیام، با در نظر گرفتن محاصره ساکنان اشرف، افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، شکنجه روانی آنها با بلندگوها و عملات مستمر نیروهای عراقی و عوامل مزدور رژیم ایران که از مصادیق جنایت جنگی است، با توجه به اینکه رژیم ایران مانع اصلی دموکراسی در منطقه است و برای منحرف کردن قیام‌های آزادی‌خواهانه منطقه به سوی بنیادگرایی تلاش می‌کند، با توجه به اینکه مجاهدین با اعتقاد به اسلام بردبار و دموکراتیک آنتیتز بنیادگرایی و افراطی‌گری می‌باشند و با در نظر گرفتن راه حل سوم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک که تغییر دموکراتیک در ایران به دست مردم و مقاومت ایران را در چشم‌انداز قرار می‌دهد، اکثریت سنا دولت هلند را به این اقدامات فرا می‌خواند. ارجاع پرونده سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و اعمال تحریم‌های مؤثر علیه این رژیم. اقدام نزد دولت آمریکا و سازمان ملل برای تأمین حفاظت ساکنان اشرف بر اساس استاتوی آنها به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و پایان دادن به شکنجه روانی و محاصره اشرف. به رسمیت شناختن مقاومت ایران علیه فاشیسم دینی و دیالوگ با شورای ملی مقاومت.